بخش برنامه که همچنان بخش اخیر برنامه امروز ما هست، همچنان در خدمت مهمانان عزیز خود هستیم. دو بانوی فعال، حنیفه احمدی و زرفشان امیری، دکلاماتور و سخنران هست و بیشتر صحبتهایی با اینا خواهیم داشت. بله، حنیفه سلام، صبحت بخیر. به نام آن که حسی از عدم کرد، زلال علم جاری از قلم کرد، به نور خود چراغ دانش افروخت، به انسان شیوه دانایی آموخت. سلام از ادب دارم خدمت شما دو مجری موفق و توانا، همکاران گرامی و ارجمند شما، و همچنان یک سلام تقدیم میکنم خدمت آن عده از عزیزانی که با نگاه های دلپذیرشان بیننده برنامه صبح فردا هستند. امیدوار هستم که صبح روز شنبه را با خوبی ها و خوشی هایش آغاز کرده باشید. حنیفه احمدی هستم، متعلم صنف 12 هم و همچنان در بخش فن بیان و هنر دیپلم فعالیت. بسیار عالی، خرسند هستیم که امروز حضور خودت را در برنامه داریم. خیلی زرفشان هم صحبت بخیر. آغاز سخن یاد خدا باید کرد، دل را به امید او رها باید کرد. ای با تو شروع کارها زیباتر، آغاز سخن تو را صدا باید کرد. بسم الله الرحمن الرحیم و به نام خداوند یکتا و بهمتا و درود و سلام دارم خدمت شما سروران گرامی، همه کارکنان رادیو تلویزیون راه فردا و همه هموطنان عزیزم که همین لحظه ما را بیننده هستن. امیدوار هستم در هر گوشه و کناری که هستن لبخند و نشاط مهمان کانون گرم خانواده هایشان باشن. بسیار عالی، خرسند هستم. چقدر شعرهای زیبایی میدادید به ما. بله، از شروع همین شعرها واقعا خوشم آمد. دقیقاً. خب امروز میزبان دکلماتوران هستیم، دختران توانایی که آمدن رو آوردن به دکلمه. دنیای دکلمه رو چگونه پیدا کردی زرفشان؟ خب من همین شوق و علاقه‌ای که نسبت به هنر دارم و خصوصا در قسمت دکلمه و هنر فن بیان، این همین برای من انگیزه داد و همین شروع اشتیاقم باعث شد که من رو بیارم به دکلمه و هنر فن بیان. چند مدت میشه؟ خب من در سال 1400 شروع کردم وارد عرصه فن بیان شدم، در حدود 2 سال میشه. 2 سال میشه که خودت کار میکنی. بسیار عالی، باش که کده حنیفه هم صحبت کنیم. حنیفه چند مدت میشه؟ مدت 2 سال میشه که من روی فن بیان هر دویتان یک جای شروع کرده. بسیار عالی. خب به نظر خودت در دکلمه چه چیزی خیلی مهم هست؟ یک فردی که میخواد یک شعری را دکلمه کنه چه ویژگی هایی را داشته باشه و چه نکاتی را باید در نظر بگیره؟ خب یک دکلماتور موفق در اول باید یک صدای رسا و طنین‌آمیز داشته باشه و دیگه ای که لحن مناسب، آهنگ مناسب، احساس مناسب داشته باشه و همچنان شور و اشتیاق داشته باشه در دکلمه. بله، بسیار خب. از احساس گفتی، یعنی فردی که احساسی نداره در قبال او شعر دیگه نمیتونه دکلمه کنه. خب میتونه دکلمه بکنه، ولی یک دکلماتور موفق کسی هست که با دکلمه کردن شعر احساس بیاره، احساس خلق بکنه و وجود بیاره. بله بسیار. پس ما از خودت میشنویم. خیلی سپاس. یک شعر هست که خیلی زیبا هست ولی در مورد شاعرش دقیق نمیدونم، براتون به دکلمه میگیرم. امیدوار هستم که خوشتون بیاد و مورد پسندتون قرار بگیره. بله. میگن که بی همگان بسر شود، بی تو بسر نمیشود. داغ تو دارد این دلم، جای دگر نمیشود. دیده عقل مست تو، چرخه چرخ پست تو، گوش طرب به دست تو، بی تو بسر نمیشود. جاه و جلال من توی، ملکت و مال من توی، آب و زلال من توی، بی تو بسر نمیشود. گاه سوی وفا روی، گاه سوی جفا روی، آن منی کجا روی، بی تو بسر نمی شود. گر تو نباشی یار من، گشت خراب کار من، مونس و غمگسار من، بی تو بسر نمی شود. بی تو نه زندگی خوشم، بی تو نه مردگی خوشم، سر زغم تو چون کشم، بی تو بسر نمی شود. سر زغمه تو چون کشم، بی تو بسر نمی شود.
بله. سپاس. چقدر قشنگ و واقعا با احساس واقعا که بسر نمی‌شود. خب خانم زرافشان این احساس را در شعر خواندن و در دکلمه کردن چطور ما باید ایجاد کنیم؟ خب یک دکلماتور موفق کسیه که بتونه به گفته بانو احمدی که احساس خلق بکنه و تا یک احساس نباشه تا ما نتونیم که ما مضمون شعر را درک بکنیم ما نمیتونیم درست اما منظور شاعر را به شنونده دکلمه خود برسانیم. بنابراین این لازم و الزامی هستی که از رمز موفقیت در دکلمه هم همی هست که باید اما یک دکلماتور بتونه اما احساسی که در یک شعر لازم هست را باید اینا به طرف شنونده یا به مخاطب خودشان برسانه. بنابراین تا یک دکلماتور شعر را مضمونش را درک نکرده و خودش امو را نفهمیده از درون خودش اونا نمیتونه که مثلا امو یک شعر را به نحو احسن اجرا بکنه. بله بسیار عالی. زرافشان عزیز زمانی که یک فرد دکلمه میکنه بله. فقط کافی است که دکلمه خوبی داشته باشه یا باید بادی لنگویج هم داشته باشه که مخاطب را جذب خودش کنه؟ بسیار خیلی سوال قشنگی کردین. خب در فن بیان که هست در کل 55% از همو حرف را که ما میزنیم یا همو اجرایی که ما میکنیم را در بر میگیرن. 55% از زبان بدن که 38% از لحن صدا هست و فقط 8% محتوا هست. بنابراین از محتوا و لحن کرده زبان بدن نیاز و ضروری هست و رول اساسی را داره. بله بسیار خوب. چیزی که هم مهم است این هست که بله. خب حرکات بدن ما یا به اصطلاح بادی لنگویج ما بله. مطابق با حرفای ما باشه. یک بله. وقتی اگر برعکس باشه حرف ما یک چیز نشان بده بازگو بکنه و حرکات دست ما یا بدن ما برعکس یک پیام دیگری داشته باشه هم مهم هست دیگر. بله یعنی نشه که ما بادا حرفی را که ما زدیم طرف مقابل یک چیز دیگه برداشت بکنه. بله ما میخوایم که از خودت هم دکلمه‌ای داشته باشیم زرافشان عزیز و خیلی شکر از شما بفهم. بله یک شعر خیلی قشنگ از ذبیح الله ارشاد هست که میگه از باغ از بهار رسیدن به من نگو، از باغ از بهار رسیدن به من نگو، از طعم سیب سرخ چشیدن به من نگو. اصلا نگو که باغ جوانه زد و شکفت، امید مده مرا زدمیدن به من نگو. این باورم شده است که باران نمی شود، این باورم شده است که باران نمی شود، از چک چک صدای چکیدن به من نگو. چیزی که با دو چشم سرت تا ندیده ای لطفاً دیگر زروی شنیدن به من نگو. در بالهای زخم شده ام نفس ندم، در بالهای زخم شده ام نفس ندم، پرواز مرد حرف پریدن به من نگو. از پشت میله های قفس باغ قشنگ نیست، چیزی که نیست سهم من به من نگو، چیزی که نیست سهم من به من نگو. خیلی شکر. خیلی سپاس، خیلی با احساس، شعر خیلی زیبا. برای دکلمه خوب طبعا مهم است که شعر باید چگونه باشه و یک شعر خوبی را انتخاب کنین. خانم حنیفه بر ما میگه که بیشتر شعرهای خود از کجا پیدا میکنین؟ من بیشتر شعرهایم را از بعضی استادای میخوام که دکلمه بکنه. بعدش اول شعری را که بخوایم دکلمه بکنم به بعضی از استادای خود میفرستم که آیا این مثلا مشوره میخوام که آیا این مناسب هست یا خیر. بعد از او زیادتر شعرهای خود را از حافظ دکلمه میکنم، زیادترهایش را و شعرهای را معمولا استاد میتونم. و زرافشان عزیز شعرهای آقای فاضل نظری را دکلمه میکنی گاه گاهی؟ بله خب شعرهای فاضل نظری را خیلی دوست دارم و دکلمه هم میکنم، خصوصا یک شعرش که میگه که
خیلی قشنگ هست در مورد ای که مثلا بقیه به آدم اهمیت نمیده، آدم باید چه واکنشی در مقابلشان نشان میده، خیلی قشنگ هست و همیشه دوستم دارم با خودم دکلمه هم میکنم. خب زرافشان یکی از شعرهایی که یکی از شاعران عزیز ما باشه که اما آخرین درجه احساس را با او شعر گرفته باشین، از کدام شاعر است؟ خب اما یک شعری که دکلمه کردم به نظرم خیلی قشنگ بود و خیلی بالای خودم یک تأثیر گذاشت و بالای احساساتم خیلی تأثیر گذاشت. شعر میهنی بود از شاعر معروف ما حبیب بهشتی که در مورد درد وطن گفته بودن که سال گذشته من دکلمه کردم در یک برنامه و خیلی یعنی روی احساساتم تأثیر گذاشته بود، یعنی در حدی که نتونستم احساساتم رو کنترل بکنم. بله واقعا صحبت ها شیرین هست و هرچقدر هم که ما ادامه بدیم شیرین تر میشه، اما متاسفانه که وقت برنامه تمام هست. پیام شما رو میداشته باشه که پیام شما چی هست، اگر در قالب شعر پیامتان هم میگین هم خوب، اگر نخیر که پیام مشخصی برای دوستا دارین بفرمایین کمرای ما در خدمت شما. من خواهم پیام خود را بر هموطنان عزیزم، برای جوان و برای خواهرم در قالب یک شعر بیان بکنم که میگه به کلامت قدرت ببخش نه به صدایت، باران است که باعث رشد گلها میشود نه طوفان. و همچنان همیشه خودتون باشین، سعی کنین، تلاش کنین تا به میهن خود، به وطن خود افتخار بیارین. دقیقا چقدر پیام زیبا و زرافشان نازنین. شکر از شما. خب منم که فرصت فراخ و فرخنده شمرده و تشکر و سپاسگزاری میکنم از فامیل محترمم و خصوص مادر جان و برادرای عزیزم که با پاس همه زحمات و همه حمایت هایی که در قبال متقابل میشوند تا در هر عرصه‌ای که گام برمیدارم بتونم قوی تر و استوارتر حرکت بکنم. و همچنان ببینید یک حرفی هست که میگه زندگی زمان لذت بخش میشه، زمان زیبا میشه که آدم دنبال یک هدف به شدت مشخص باشه. به قول سهراب سمهری که خیلی قشنگ میگه زندگی با همه وسعت خیش محفل ساکت و غم خوردن نیست، حاصلش تن به غذا دادن و افسردن نیست، هوس و دیدن و نادیدن نیست، زندگی جنبش و جاری شدن است، زندگی کوشش و راهی شدن است، از تماشاگاه آغاز حیات تا به آنجایی که خدا میداند. بنابراین پیام ما برای جوان و نوجوانای عزیز اینه که در زندگیشان سعی کنن هدف گذاری داشته باشند و بعد در مسیر رسیدن به هدفشان تلاش و پشتکار یکی از اساسی ترین و مهمترین بخش ها در رسیدن به موفقیت است. بله خیلی شکر از شما و رادیو تلویزیون ممنون شما لطف کردین.